پرواز هشتمین شرکت هوانوردی بیرونی در بازار هوانوردی افغانستان. شرکت ایر العربیه با نوید کاهش هزینه های مسافران در کشور پا به میدان گذاشته است. در نخستین پرواز هواپیما این شرکت از شارجه به کابل، صبح روز پنجشنبه 168 مسافر به کابل انتقال داده شدند. خوراتلو دینور شرکت و دیار لسا و یدی دقوی و لسا و یه ریال در اب نراتلو خو بیخی خواله بیخی مگه دیار خوشحال از دینی خراغلو خمراور سیدو. قرار است این شرکت اماراتی در کنار کامر، اسپایس جت و ترکش ایرلاینز در روند صادرات کشور از راه دهلیزهای هوایی نیز سهم بگیرد. ده بودی مسافر دی پارا و دی طول افغانان دی پارا یو خزی روی دی صادرات و واردات و پاگه که بم دیر رول ولو بوی او دی مسافر و تک را تک بم دیر آسان که. مسئولان شرکت ایر العربیه می گویند که مسافران را می توانند از شارجه به 150 شهر در 50 کشور جهان که این شرکت با آنها پرواز دارد انتقال دهند. بیس دفترشون در میدانش شارجه می باشد نشست می کنند و شارجه مسافرهایی که اگر در شارهای دیگه امارات می رند مثل دبی، ایرلند دیگه شارها می رند ما باز داریم. پس از ورشکستن شمار شرکت های داخلی و قطع پروازهای برخی دیگر از آنها به امارات، بهای پروازها به امارات به گونه چشمگیر افزایش یافت. اینک با آغاز پروازهای سومین شرکت اماراتی ما شاهد کاهش قیمت پروازها هستیم. حیدر شاه امید، ترو نیوز، میدان هوایی بین المللی، حامد کرزی.